قبل از شروع چهارمین برنامه مکتب پویا خوب نگاهی به گذشته بندازیم و اون چه در برنامه قبل گفتیم رو خیلی کوتاه و مختصر مرور کنیم. در برنامه قبل دیدیم که نقش قرآن در حد تبیین و تفسیر جهان متوقف نمی شود. قرآن تبیین و تفسیر را در خدمت تغییر جهان قرار داده و انسان را به این تغییر فرا می خواند. از انسان در قبال این تغییر مسئولیت می خواهد. از سوی دیگر درست است که هیچ یک از شعبه های علوم و فنون موضوع خاص و تخصصی قرآن نیست، ولی قرآن با یادآوری حقایق علمی طبیعی، تاریخی و اجتماعی و انسانی، جایگاه و نقش آنها در پهنه جهان را برای بشر ترسیم می کند. بسیار خوب، ما با نقش قرآن و موضوعات متنوع اون تا حدودی آشنا شدیم. حالا لطفاً به صفحه های نمایشگر نگاه کنید. همه ما با تصویر صفحات قرآن و آیات نقش بسته بر اونها آشناییم. اما اینجا سوالی پیش میاد که شاید برای شما هم مطرح باشه. سوال اینه که آیا آیات قرآن از اول به همین شکل بودن؟ آیا هیچ تغییر و تحریفی در این آیات صورت نگرفته؟ بیش از 14 قرنه که از نزول قرآن میگذره. راستی این آیات شگفت‌انگیز در طول این قرن‌های پرفتنه چطور حفظ شدن؟ آیات قرآن در مدت 23 سال و در موارد گوناگون و به مناسبت‌های مختلف نازل شده است. در ابتدا نومسلمانان به محض شنیدن آیات و سوره های قرآن از زبان پیامبر آنها را حفظ کرده و به خاطر می سپردن. آنهایی که نوشتن می دانستند هم بلافاصله آیات را روی پوست حیوانات یا ورقهای سنگی و سنگهای صاف و استخوانهای پهن می